ندهم. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیسترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 19 ماه دسامبر سال 2015 میلادی برابر با 29 آذر ماه 1394 خورشیدی است. شب چله و یلدا در راه است و زمستان هم به دنبالش. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته در آخرین روزهای پاییزی از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM KIRN همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12:30 شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com آرشیو می شود و می توانید هر موقع که دوست داشتید گوش بدید. خب بلند شید و بشینید سر سفره، سر سفره صبحانه، چای داغ تازه دمتون رو بریزید که براتون کلی حرف و حدیث داریم. خب هفته‌ای که گذشت رو یک نگاه سریع بیندازیم. معمولاً در این هفته‌های آخر سال نشریات، رادیو، تلویزیون‌ها برنامه‌های ویژه دارند، به نگاهی می‌کنند به سالی که گذشت، بهترین‌ها رو انتخاب می‌کنند، لیست تهیه می‌کنند، 10 تا از بهترین‌ها، 10 تا از بدترین‌ها، محبوب‌ترین‌ها، و بیشتر سرگرم این هستن که یک نگاه دوباره به گذشته بندازن. و این نگاه‌های به عقب معمولاً حسنش اینه که انسان رو راهنمایی می‌کنه برای اینکه سالی که در پیش داره رو چگونه شروع بکنه و احتمالاً خطاها و اشتباهات سال گذشته‌اش رو تکرار نکنه. با ما هم حالا یه کوچولو به عقب نگاه میکنیم. از همین الان هم خدمتون بگم که هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، برنامه تکراری خواهند رفت به دلیل همزمانی با عیاد کریسمس و من 15 روز دیگه در نخستین شنبه سال 2016 به قول قدیمی و به قید حیات در خدمت شما خواهم بود. خب حالا ببینیم اخبار که بیشتر از همه به ذهنمون مونده چیه. نخست خب همیشه موقعی که آقای اوباما به لس آنجلس میان، اولین اتفاقی که میفته این هستش که ترافیک خیلی شدید سرصدای شهروندان شهر رو در میاره، ولی خب قبل از اینکه پرزیدنت اوباما حتی به لس آنجلس بیان، این چند روز اخیر، هفته گذشته در واقع، ترافیک به صورت وحشتناکی کار همه رو به تاخیر انداخت. در همه جای شهر در تمام ساعات ترافیک بود و امیدوارم که با نزدیک شدن روز کریسمس و سفر عده‌ای به برای تعطیلات آخر سال یک کمی مایه نفسی بتونیم بکشیم و برای رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر حداقل و دست کم یه نظری بتونیم پیدا بکنیم که چقدر طول میکشه. معمولا برای یک راهی که یک 10 دقیقه، یه ربع تا 20 دقیقه طول میکشید، حالا یه چیزی حدود 40 تا 45 دقیقه باید وقت بذاریم. خلاصه بسیارانی هم به قرارهاشون دیر میرسن به دلیل این ترافیک. آقای پرزیدنت اوباما هم مزید بر علت شدن. ایشون اومدن که با خانواده های قربانیان حادثه تروریستی سان برناردینو دیدار بکنن. البته یه دی با انتقاد به اینکه ایشون یک کمی دیر به این قضیه دارن توجه میکنن نگاه کردن، و عده دیگری که خب طرفداران آقای اوباما هستن میگن هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست و ایشون این توجه رو نشون دادن به قربانیان و خانواده هاش. در ایران پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان آغاز شده و گفته میشه که تعدادی بانوی ایرانی در نخستین روز این ثبت نام
اسامی خودشون رو به عنوان نامزدهای مجلس خبرگان رفتن گذاشتن. احتمال این که انتخاب بشن البته خیلی کمه، یعنی یه چیز نزدیک به صفره، ولی خب بازم دم این بانوان ایرانی گرم که به هر مشکل و مسئلهی براشون به وجود میارن و هر مانعی براشون میذارن، خلاصه راه خودشون رو برای کاری که میخوان انجام بدن و حضور در صحنه نشون میدن. آقای حسن خمینی نوه آیت الله خمینی هم نامزدی خودش رو رسما اعلام کرده و گفته که به این مجلس خبرگان به عنوان یک کاندیدای مستقل داره کار میکنه و امید به رفتن به اینجا رو داره. در لس آنجلس، در کالیفرنیا، در واقع پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که یک شخصی رو جدیداً بازداشت کردن به اسم انریک مارکوز که او در ارتباط با حمله تروریستی سان برناردینو در واقع مثل اینکه دستیار یا همکار بوده و برای این اون زن و شوهر تروریست اسلحه فراهم کرده، بعد با خواهر یکیشون ازدواج مصلحتی کرده که او بتونه ویزای نامزدی بگیره و به آمریکا بیاد و در واقع حالا این شخص که در مزان اتهام خیلی شدید هست دارن ازش بازجویی میکنن تا ببینن که چه حد در این قضیه دخالت داشته و حضور او چقدر مؤثر بوده در این اتفاق وحشتناکی که افتاده. در پی انتشار گزارش کمیته سازمان ملل از نقض قطعنامه‌ای که در ارتباط با ایران پس از انجام آزمایش موشک عماد انجام شد، گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا و برخی هم از نمایندگان دموکرات خواستار حفظ تحریم‌های مستقیم علیه ایران شدند و خلاصه به زبان خودمانی اعلام کردند که اول پیاله و بدمستی. در نیویورک، در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای بود، کنفرانسی بود بین المللی برای حمایت از سوریه و این وزرای خارجه 18 کشور صبح جمعه به وقت محلی نیویورک این کار را آغاز کردند و در اونها، در بین اونها وزرای آمریکا، وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی هم حضور داشتن و همینطور آقای بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل. و قصد این بود که قطعنامه‌ای رو به امضا برسونن که بین سوریه و دشمنانش آتش بس برقرار بشه، ولی در مورد سرنوشت بشار اسد حرفی زده نشده. در این زمینه در بخش دیگری از برنامه با شما مفصل صحبت خواهیم کرد. اتحادیه اروپا هم از طرف دیگر تحریم روسیه رو که به دلیل نقش این کشور در بحران شرق اوکراین برقرار شده بود 6 ماه دیگه تمدید کرد، چون اعلام کرد که هیچ تأثیری یا هیچ تغییری در روند رفتار روسیه ندیده و در نتیجه این تحریم رو ادامه میده. خانم کریستین لاگارد در اروپا، رئیس صندوق بین المللی پول که در گذشته وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی بوده، رئیس جمهوری وقت فرانسه بود، به دادگاه احضار شد و بعد نسبت به پرداخت غرامتی میلیونی به سرمایه داری به نام برنارد تاپی پاسخگو باشه. او رو موضوع پرونده دادگاه خانم لاگارد به این مربوط میشه که در زمانی که وزیر دارایی دولت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه وقت فرانسه بوده، در هزینه کردن اموال عمومی کوتاهی و قصور کرده و این خبر خیلی با اهمیت تلقی شده، چون بالاخره ایشون در یک مقام بین المللی و جهانی هستن، رئیس صندوق بین المللی پولن، ولی در کشور مطبوع خودشون مسئله دارن و باید به اون رسیدگی بشه. آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور کنونی فرانسه، از سفر حسن روحانی به فرانسه در اواخر ماه ژانویه خبر داد. حدود 1 ماه پیش قرار بود که آقای روحانی به فرانسه، به پاریس سفر کنه، ولی به دلیل حملات تروریستی در این شهر سفرشون لغو شد، ولی الان قرار شده که مجدداً در ماه ژانویه این کار رو انجام بدن. آقای برنی ساندرز، یکی از کاندیداهای حزب دموکرات،
در برای ریاست جمهوری آمریکا از دموکراتیک نشنال کمپین، از رهبر اون و یا مدیر اون شکایت کرده و تهدید کرده که او رو به دادگاه میبره، چون به اعتقاد و به باور آقای سندرز این کمیتی یا این کمپین به ایشون به اندازه کافی رسیدگی نمیکنه و بیشتر جهت خانم هیلری کلینتون رو میگیره، به قول خودمون استثناء قائل میشه و ایشون شکایت کرده و اعلام کرده که میتونه به دادگاه ببرتش اگر که کارشون رو ادامه بدن به این صورت و ترتیبی برای درست کردن این مشکلاتی که برای او به وجود آوردن رو ندن. آقای اردوغان از ترکیه اعلام کرد که آماده است برای عادی سازی مناسبات ترکیه با کشور اسرائیل و پاشو پیش گذاشته و ابراز علاقه کرده. دو شرط گذاشته. شرط اول پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حمله اسرائیل به یک کشتی ترکی و دیگری لغو تحریم ها علیه فلسطینی ها. در هفته ای که گذشت بسته شدن مدارس چند شهر به ویژه در لس آنجلس به دنبال شایعه یک حمله تروریستی شهر و نظم شهر رو به هم زد و مقدار زیادی از نظر مالی به شهرها صدمه خورد و لطمه خورد و کسانی که این تصمیم رو گرفتن در واقع وزارت آموزش یا در نهاد آموزشی الان باید پاسخگو باشن که چرا بدون مشورت خودشون رسماً تصمیم گرفتن که این کار رو بکنن. روز گذشته هم اعلام شد که در طول سال گذشته استفاده بیش از حد از مواد مخدر و کشته شدن و یا مرگ در اثر استفاده بیش از حد یا اووردوز در امریکا 47,000 نفر رو جونشون گرفته و این بیشترین رقمی است که از سال 1970 تا امروز میشه رون تکیه کرد. فیلم جنگ ستارگان Star Wars نوع جدیدش و کپی جدیدش و در واقع فیلم تازهی که ساختن پس از سالها که در واقع این جنگ ستارگان یک فیلم کلاسیک شده بود سر و صدای زیادی کرده. بسیاری از طرفداران و کلوب ها و اعضای کلوب های Star Wars منتظر گشایش این فیلم هستن که برن ببینن که چه اتفاقی افتاده و چه کار داره میکنه این آقای جی جی ابرامز که به او سپردن کار ساختن و کارگردان این فیلم رو. امیدواریم که خبرهاش رو دیگه خودتون در مطبوعات و نشریات اینها خواهید خوند و یا از رادیو تلویزیون ها خواهید شنید. خب با فرا رسیدن ژانویه هم اعلام کردن که مراقب النینیوی گادزیلا باشین، به مخصوصا به اهالی کالیفرنیا که قرار است که باران و طوفان و خرابی فراوانی به بار بیاره. در نتیجه اعلام کردن که هر نوع کاری که میتونید بکنید برای محافظت و یا برای اینکه صدمه‌ای به منزل و زندگی و خونتون نرسه شروع کنید و این کار رو انجام بدید. وقت نیست نه؟ خداحافظ. نه خداحافظ نه، برمیگردید. ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقشه خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-025، اینستاگرام ستار بیکری 22. دکتر زهره میزراهی، وکیلی دانا، مشاوری دوراندیش و مبرز با سالها تجربه درخشان در امور مهاجرت برای تمام نیازهای مهاجرتی شما. 310-843-94-94. اولین تعمیرگاه ایرانی در لس آنجلس با افتخار 40 ساله می شود. رسیدا آتو سنتر. تمام سرویس های لازم از تعمیرات، صافکاری، رنگ، سماک چک برای ماشین های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی، همه و همه در زیر یک سقف به مدیریت حمید قاسمی و هاروت در اختیار شما قرار می گیرد. فراموش نکنید تخصص ما در بازسازی ماشین های کلاسیک، هات راد و ماسل کار نیز می باشد. برای تامین خاطر شما، حمل ماشین توینگ و اجاره ماشین را مهمان رسیدا آتو بادی باشید. هر هفته 3
اتومبیل قابل اطمینان و با قیمت مناسب آماده فروش می باشد. به مناسبت ایام تعطیلات هر قسمت اتومبیل را فقط با $275 رنگ می کنیم. 818-344-1152. ما 10% پایین تر از قیمت برآورد دیگران به شما تخفیف می دهیم. آدرس 7100 رسیدا بلوار، تلفن 818-344-1152. رسیداautocenter.com. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. بازتاب خبر. خب دوستان، در این بخش از برنامه به نیویورک بریم سراغ خانم کاملیا انتخابی فرد، بانوی جوان نویسنده، روزنامه‌نگار و مفسر خبر که بیشتر به مسائل مربوط به سیاست خارجی ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس و افغانستان می‌پردازند. گزارش‌های این نویسنده در نشریات معتبر بین‌المللی مثل نیویورک تایمز، لوموند دیپلماتیک، هافینگتون پست، شرق الاوسط، الحیات، العربیه به چاپ رسیده و همچنین ایشون نویسنده کتابی هستند تحت عنوان نجات خود با گفتن حقیقت، خاطرات ایران، که در ماه مارس 2007 منتشر شده. و هفته گذشته از خانم انتخابی فرد یک مقاله در CNN چاپ شده و همینطور گزارشی از سازمان ملل که در مورد این دو موضوع ازشون پرسشی میکنیم و خودمون رو مطلع میکنیم از رویدادهایی که در این دو زمینه، یکی در مورد ایران و کاندیداهای جمهوری خواه و بعد هم در بحث و گفتگویی که در شورای عالی سازمان ملل بوده. صبح شما بخیر خانم انتخابی فرد. تو به شما بخیر خانم سرشار. خسته نباشین، هفته پرکاری رو در پیش داشتین. خیلی متشکرم. بله، به خصوص دیروز همینطوره. بله، صبح شما و همه دوستان و شنوندگان برنامه شما هم بخیر باشه. خیلی ممنونم، متشکرم که با وجود وقت کمی که داشتین محبت کردین و پاسخ دعوت من رو دادین. به ما بگید که هر کدومو دوست دارین شروع کنیم در موردش، یا در گزارشی از سازمان ملل که دیروز و پریروز اونجا بودین شما، و همینطور در مورد مناظره نامزدهای جمهوری خواه آمریکا و ارتباطشون با مسئله ایران که مقاله جالبی رو نوشته بودین. خواهش میکنم. فکر میکنم که هر دو بحث به همدیگه ارتباط دارن، یعنی که دعوت شدن از ایران برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه همونطوری که اشاره کردید دیروز گذشته و همینطور روز پنجشنبه در سازمان ملل در جریان بود و همینطور آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا با اقدامات ایران در ماه‌های آینده به طور مستقیمی ارتباط خواهد داشت، به این نحو که بعد از توافق هسته‌ای انتظار جهان از ایران کمی بیشتر شده در حل و فصل مسائل بین‌المللی، به خصوص بحران سوریه و همینطور در مورد همکاری با جامعه بین‌الملل در مبارزه با تروریسم. و همینطور هم که شما اشاره کردید در بحث انتخابات ریاست جمهوری هم به کرات در مورد ایران صحبت می‌شد. بحث بر سر مبارزه با تروریسم بود ولی بارها و بارها اسم ایران اومد در مناظره جمهوری خواها و این نشون میده که چقدر حساس هستن. هر کسی که رئیس جمهور آینده آمریکا باشه در سال 2016 میلادی حتما نحوه برخورد ایران به مسائل بین‌الملل رو تحت نظر خودش قرار میده و اصولی خواهد بود برای اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران که در مراحل بسیار ابتدایی اجرایی شدنه. میتونیم خانم کاملیا فرد بگیم که این قضیه مسئله هسته‌ای و مذاکراتی که در این زمینه هست رو با توجه به اینی که رئیس جمهور جدیدی قرار است سال 2016 انتخاب بشه کشش خواهند داد و به هیچ، یعنی هیچ کاری به اون نخواهند گذاشت، کنار گذاشتنش، مثل اینکه تو قضیه گذاشتنش تا رئیس جمهور جدید تصمیم جدیدی در موردش بگیره، و یا اینکه ادامه داره، این بحث ادامه داره و ممکنه حتی قبل از ریاست جمهوری جدید در اون مورد تصمیمی گرفته بشه و کاری عملی بشه.
من بر این باور هستم که آقای اوباما نهایت تلاشش رو میکنه که توافق هسته‌ای ایران اجرایی بشه و به سرعت، و قبل از اون که رئیس جمهور آینده بخواد در کاخ سفید بره، خب ممکنه که یک جمهوری خواه نره و یک دموکرات بره. بر این پیگیری کردن توافق هسته‌ای امری بدیهی خواهد بود. اما در مورد دیگه که اگر یک جمهوری خواه به کاخ سفید بره، من فکر میکنم که آقای اوباما به سرعت طرح اجرایی شدن توافق رو به پیش ببرن. دیروز در سازمان ملل شنیدیم که از 4 ژانویه این توافق اجرایی میشه، به خاطر اینکه در شورای حکام سازمان انرژی هسته‌ای رأی بر براءت ایران و بسته شدن پرونده این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل دادن، در باب ورود نفت ایران به بازار بین‌المللی و همینطور برداشته شدن تحریم‌ها از روی منابع مالی و بانکی ایران این چرخ به سرعت خواهد چرخید. در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بله، فرمایش شما صحیحه. مردم منتظر می‌مونند، به خصوص بازرگانان خارجی، که مطمئن باشند بازار سرمایه در ایران بازاری است قابل اعتماد و انتخابات در ایران هم در پیش روست. تا کمتر از 2 سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود و ما نمیدونیم که آقای روحانی برنده انتخابات خواهند بود، شخصی رادیکالتر بر روی کار خواهند اومد که مشکلاتی برای اجرایی شدن توافق بر روی میز ممکنه بگذارن. این حسی من فکر میکنم در 1 سال آینده هم ایران و هم آمریکا همه تلاش خودشون رو خواهند کرد که این توافق رو به جلو ببرن. بله، چقدر خب. این آینده سوریه چگونه خواهد شد خانم انتخابی فرد با این دو روز کنفرانسی که در سازمان ملل بود؟ خب این یک بیانیه بود که سازمان ملل یک برای اولین بار بعد از 5 سال 17 عضو شورای امنیت سازمان ملل تونستن یک قطعنامه‌ای رو تصویب بکنن که این به نوبه خودش بسیار خوب هست. در سالهای گذشته معمولاً اختلافاتی به خصوص بین روسیه و آمریکا وجود داشت که مانع از تصویب یک قطعنامه میشد. داشتن قطعنامه موجبات همکاری جامعه بین‌الملل در جنگ با داعش رو فراهم میکنه. اما همچنان موضوعی که قابل بحث هست و به نتیجه نرسیده سرنوشت آقای بشار اسد. بله، ایران و روسیه همچنان از ایشان حمایت میکنن و معلوم نیست که در 18 ماه آینده که سازمان ملل تصمیم گرفته تا انتخابات تازه‌ای در سوریه برگزار بشه، ایشون به طور کلی از قدرت کنارگیری خواهد کرد یا باز خود رو کاندید ریاست جمهوری خواهد کرد. این یک موضوع هست که هنوز حل نشده، ولی خوشبینی و خوشحالی در این هستش که در ماه آینده حداقل اون گروه‌های تروریستی به طور اخص مشخص میشن و فعالیت جامعه بین‌الملل بر روی اهداف ضد داعش، جبهه نصرت، گروه‌هایی که تروریستی هستن متمرکز خواهد بود و حداقل تا 1 سال آینده فرصت بیشتری برای ایران و روسیه هست که در مورد سرنوشت بشار اسد بیشتر مذاکره بکنن. آیا تو این قطعنامه‌ای که صادر شد نکته‌ای در مورد این که مثلا حملات هوایی یا بمباران اینها در سوریه روی نده هم شده و اگه چنین پیش بینی کردن یا چنین درخواستی هست یا چنین نکته‌ای رو در نظر گرفتن، روش مبارزه با داعش و یا گروه‌های تروریستی رو چگونه می‌بینن؟ به چه نحوی انجام خواهد شد؟ اون چیزی که بعد از خاتمه نشست مجمع عمومی توسط آقای دماستورا، نماینده ویژه آقای بنکیمون، منشی ملل متحد، به خبرنگاران گفته شد این هست که تا آخر ماه ژانویه، به طور خوشبینانه حداقل میشه گفت تا آخر ماه ژانویه که خواهد آمد در سال 2016، آقای بشار اسد و گروه‌های مخالفی که از لحاظ جامعه بین‌الملل تروریست شناخته نمیشن و تنها مخالفین دولت هستند، باب گفتگو و مذاکره را آغاز و به یک آتش بس دست پیدا میکنن که این بسیار خوبه. برای یعنی امیدوار هست جامعه بین‌الملل که تا ظرف 1.5 ماه دیگه آتش بس در سوریه برقرار بشه و با این شرط اونها بتونن به سوی تعدیل قانون اساسی و جلو رفتن به سمت انتخابات پیش برن. و خب بدیهی است که اگر در یک چنین آتش بسی بین مخالفین رسمی و قانونی و دولت سوریه برگزار بشه، بیشتر توجه ها بر روی جنگ با داعش و گروه های تروریستی خواهد بود. امیدواری هست اینطور که شما به عنوان یک ناظر و به عنوان یک تحلیلگر سیاسی
قضایی رو دنبال میکنید، به نظرتون امیدواری این اتفاق هست یا این هم مثل بسیاری از قدم‌های دیگر سازمان ملل یه قدمی میدن و بعدم اتفاقی نمیفته؟ به نظرم جای امیدواری هست. چون روسیه و آمریکا دارن با هم دیگه کار میکنن و به نظر میاد که نظر روسیه نظر غالب خواهد بود در مورد موضع ایران. بنابراین ما باید کمتر شاهد ایجاد اشکال از طرف دولت جمهوری اسلامی در پیشبرد مذاکرات صلح سوریه باشیم و همکاری آمریکا و روسیه امیدواری هستیم که نقطه اصلی بشه در قایان خشونت ها در سوریه. چقدر از لطفتون متشکرم و ممنونم از وقتی که به من دادید و از این تحلیل فوق‌العاده جالب و روشنگرانه برای ما و شنوندگان رادیو خانم کاملیا انتخابی فرد. موفق و پیروز باشین و با اجازهتون باز هم مزاحم شما خواهم شد. خواهش میکنم. لطف فرمودید. روز خوبی داشته باشین. در نیویورک. متشکرم. آیا شهروند قانونمندی هستید که بر اثر سهل‌انگاری و سرعت بالا جریمه شده اید؟ آیا دوربین کنترل ترافیک از شما در حین عبور از چراغ قرمز عکس گرفته و حال نگران آن هستید که برای شما جریمه ارسال شود؟ آیا تا به حال به دلیل سرعت بالا، رانندگی در حال مستی، عبور از چراغ قرمز، رانندگی بدون گواهینامه جریمه شده اید یا گواهینامه‌تان توقیف یا باطل شده است؟ دیگر نگران پرداخت جریمه، پوینت منفی بیمه و یا شرکت در کلاس‌های رانندگی نباشید. در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. همین امروز جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیری. بیشتر مردم موقع خرید عسل همیشه دچار تردید میشن، اما کافیست فقط یک بار عسل طبیعی و خالص لیلی هانی فارمز رو امتحان کنید. عسلی که از شهد گلهای وحشی، شکوفه پرتقال و آووکادو و بسیاری از گلها در مزارع و کوهستانهای سرسبز کالیفرنیا گرفته شده. عسل لیلی 100% خالص و خام، فروش در اکثر مارکت‌های ایرانی و آمریکایی. تلفن 818-355-3339 818-355-3339 لیلی هانی فارمز. Bakersfield BMW. We deliver your car. درود بر هموطنان عزیز، من فرهاد بشیرتاش صاحب BMW of Bakersfield شما عزیزان را به حراج سالیانه بیش از 300 نوع BMW در نمایندگی Bakersfield دعوت میکنم. بیش از $4,000 تخفیف ویژه روی BMW 3 and 4 Series، بیش از $5,000 تخفیف روی BMW 5 Series، بیش از $6,000 تخفیف روی X5 و X6. Bakersfield BMW. We deliver your car. 661-865-8263-661-865-8360. فقط تا 31 دسامبر فرصت دارید. سال نو را با اتومبیل نو جشن بگیرید. Bakersfield BMW با مدیریت فرهاد بشیرتاش. 661-865-8360. Discount may apply on 2015 and 2016 models available in stock. رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون. اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71. حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون. هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
برای یک گرد همایی کاری یا یک مهمانی متفاوت دوستانه، پرایوت روم رستوران سپایس افیر در قلب بیورلی هیلز در خدمت شماست. قیمت مخصوص برای شنوندگان رادیو ایران، پذیرایی 50 نفره از دوشنبه تا پنج شنبه از مهمانان شما با صرف غذا و مشروب فقط $2,000. برای دیدن و اطمینان از امکانات استثنایی پرایوت روم رستوران سپایس افیر با تلفن 310-400-6800 310-400-6800 تماس بگیرید. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. تازه چه خبر؟ یادان هفته‌ای که گذشت در شمال کالیفرنیا چند تن از ایرانیانی که در کار مهاجرت، در کار حقوقی و همینطور در مسائل کنشگری حقوق بشر فعال هستند، چند دیدار با سناتور فاینشتاین و باکسر و همینطور نماینده مجلس خانم پلوسی داشتند در مورد این مسئله ویزا و مشکلات متعاقب اون که برای کسانی که به ایران سفر کردن و امریکایی‌های ایرانی تبار و بقیه ممکنه به وجود بیاد. چون در این زمینه بسیار گفته‌ها و نظریات مختلفی رو بسیار از شما دوستان شنیدید که تقریبا ماها رو گیج کرده و نمیدونیم که واقعیت هم چیه، با وجود که هفته گذشته هم گفتگویی با آقای علی بلور داشتیم، این بار به شمال کالیفرنیا میریم و با یکی از وکلای مهاجرت و کوشندگان حقوق بشر و حقوق شهروندی، آقای شاپور مطلوب، شان مطلوب، که وکیل مهاجرت هستند و عضو انجمن و یا کانون وکلای آمریکایی شمال کالیفرنیا و همینطور عضو چندین نهاد مختلف حقوقی مثل American Immigration Lawyers Association و همینطور Jewish Community Relations Council و Iranian American Bar Association Northern California Chapter گفتگویی بکنیم که ببینیم قضیه چیه، ایشون یه مقدار ما روشن کنن، چون ایشون هم یکی از کسانی بودن که در این جلسات دیدار حضور داشتن. آقای شاپور مطلوب فارغ التحصیل رشته حقوق هستن از دانشگاه برکلی و در این سالهای متعددی در زمینه حقوق مهاجرتی و قوانین مهاجرتی فعالیت داشتند و از شهروندان آمریکایی ایرانی تبار بسیار فعال در این زمینه هستند. آقای مطلوب، صبح شما در شمال کالیفرنیا بخیر. صبح بخیر خانم سرشار، خیلی ممنون که وقت برنامه‌تون رو به این موضوع خیلی مهم گذاشتین. ممنونم از شما که قبول کردین و به خاطر همه فعالیت‌هایی که می‌کنید. هفته گذشته می‌دونم که با شما می‌خواستم در تماس باشم، شما مرتب در جلسات و دیدارهای مختلف با سناتورهای کالیفرنیا و همینطور نمایندگان مجلس بودید، با حالا نمی‌دونم تنها بودید یا به اتفاق دوستان دیگرتون، و ما علاقمند هستیم که شما ما رو یه مقداری در این زمینه روشن کنید، چون میدونم برای بسیار سوالای زیادی هست در این مورد. اولا دیداراتون چطور بوده و بعد قضیه اصلا چیه و ما باید یا نگران باشیم یا نباید باشیم آقای مطلوب؟ متاسفانه خیلی باید نگران باشیم خانم سرشار. این از نظر من و خیلی وکلای دیگه و کارشناسان احتمالاً بدترین اتفاقی است که برای ایرانیای در آمریکا داره میافته. چرا؟ به ما بگین. در هفته گذشته خبر رسید که من در حقیقت یکی از دوستان به من تلفن کرد و گفت که مجلس نمایندگان یک لایحه‌ای رأی داده که تأثیر خیلی بدی خواهد گذاشت در روی ایرانی ها به خاطر برنامه مخصوصی که هست که اسمش هست ویزا ویور و تغییراتی که روی این برنامه ویزا ویور دارن میگذارن. و من فکر و جوری که به من اینو گفت، من فکر کردم خب این هم یک لایحه دیگه است که جمهوری خواها احتمالاً دارن فقط در مجلس نمایندگان رای میدن و به هیچ جایی نخواهد رسید. خب. ولی وقتی به من گفت که فقط 19 نفر در مجلس نمایندگان مخالفت کردن در این مورد، من باورم نشد تا خودم رفتم روی مقالش رو تو CNN پیدا کردم و خوندم و دیدم که بله حقیقت داره که فقط 19 نفر
در مجلس نمایندگان مخالفت کردن و برای همین خیلی خطرناکه که این به لایحه به قانون بشه در آمریکا. و از اون روز بود که این در حقیقت یعنی در همین سه شنبه هفته گذشته است، دو هفته پیش یعنی از اون موقع فعالیت مستقیم من از جزء همجور که عرض کردید جزء کانون وکلای ایرانی آمریکایی در شمال آمریکا هستم و از طریق اون سازمان و همینطور وکلای مهاجرت جلساتی با دفتر فاینستاین سه شنبه گذاشتیم. اولین جلسه‌مون بود در سان فرانسیسکو و البته بیش از 20 نفر از وکلا و دیگر شهروندان ایرانی و همینطور وکلای مهاجرت غیر ایرانی شرکت کردیم با رئیس دفتر کل در سان فرانسیسکو دفتر سناتور فاینستاین. و در اون دفتر در اون موقع بود که ایشون برای ما این موضوع رو روشن کردن که در مجلس نمایندگان حزب جمهوری خواه میخواست که یا برنامه پناهندگی رو به کلی تعطیل کنه که در نتیجه پناهندگان سوریه و عراق نتونن وارد آمریکا بشن، و چون دموکرات‌ها به هیچ وجه نمیخواستن اینو قبول کنن با هم قراری گذاشتن که پس اگر اون برنامه پناهندگی رو تعطیل نکنن به جای اون این ویزا ویور رو محدود بکنن. یعنی یه معامله کردن با هم دیگه. دقیقاً یک معامله. و دو روز بعدش هم در دفتر نماینده پلوسی رئیس دفترشون لغتی که ایشون استفاده کردن گفت این منووری بود که مجبور شدن در مجلس نمایندگان انجام بدن. و چرا به این سرعت؟ چون که اینو وصلش دادن به بودجه‌ای که باید تا آخر همین هفته که قبل از اینکه نمایندگان برای تعطیلات برن به محلهای خود به شهرهای خودشون به تصدیق برسه که دولت تعطیل نشه. اگر نه همچین قانونی امکان نداره به همچین سرعت بتونه قانون بشه در این مملکت، مگر اینکه وصلش بدن به بودجه. و این قانون اولش فقط در مورد عراق و سوریه، ولی لحظه آخر مجلس نمایندگان یک قسمت دیگه هم بهش وصل میکنه که شامل کشورهایی که هنوز وزارت امور خارجه معین کرده کشورهایی هستن که طرفدار تروریست شناخته میشن از نظر دولت آمریکا، و به این خاطر ایران و شامل ایران و سودان هم میشه. و این قانون میگه که در حال حاضر این برنامه ویزا ویور یعنی اون که ویزا احتیاج نیست برای کسی که بیاد آمریکا، شامل 38 تا کشور در دنیا میشه. اکثرا کشور 23 تا کشور اروپایی و حدود 15 تا کشورهای دیگه من جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند. این کشورها همونجور که میدونید شهروندان این کشورها تا به این کشورها ویزا احتیاج ندارن که بیان آمریکا، تا برای حد حداکثر 90 روز میتونن بیان آمریکا، چه برای دلایل توریستی چه برای دلایل کاری و در حال حاضر، و هیچ تبعیضی برای شهروندان اون کشورها قائل نمیشد. ولی این قانون میگه که هر کسی از این 38 تا کشور که چه تابع این 4 تا کشور دیگه هم باشه که ایران جزش هست، بله، یا به این 4 تا کشور که ایران شاملشه از مارس 2011 سفر کرده باشه دیگه اجازه نداره بدون ویزا وارد آمریکا بشه. باید ویزا بگیره. یعنی تمام ایرانی آمریکایی که فامیل مثلا در اروپا دارن و فامیلشون سالهاست، ممکن مثل خودم سالها در اروپا زندگی کردن و اصلا ایران هم نرفتن، فرزندانشون اروپا به دنیا اومدن، الان بخوان بیان آمریکا باید ویزا بگیرن. دیگه اجازه ندارن مثل شهروندای دیگه اروپا تا بین دیگه اروپا بدون ویزا بیان. آقای مطلوب، جای نگرانی برای گرفتن ویزا اینه که حتما، حدس میزنم، یعنی سوال من شما میکنم، حتما این برای این گروه اون وقت ویزا گرفتن کار خیلی مشکلی خواهد شد، چون معمولا خب ویزا رو اگر که همه چی عادی باشه میرن یه روزه میگیرن یا یه هفته ای میگیرن برمیگردن. آیا درسته که احتمالاً اون وقت اون رو هم، یعنی کار گرفتن ویزا رو به قدری سخت میکنن که تقریبا یه چیزی حدود غیر ممکن بشه؟ امکانش هست، روشن نیست. و اینکه تعداد
متقاضیان ویزا خیلی خواهد رفت بالا. الان همین در حال حاضر هم وزارت امور خارجه مشکل داره که تقاضای ویزا رو به سرعت بتونه انجام بده. فکر کنید چقدر با هزاران نفر بیشتر خواهد شد متقاضی ویزا بله. به این دلیل قانون به هوملند سکیوریتی بره و برگرده و از این قضیه. بله نه خب. اصلا یعنی یه تبعیض فقط به خاطر اینکه کسی تابعیت اصلیش از کجاست. و چیز مهم دیگه این که تابعیت هر کشوری از نظر قانون اون کشور مشخص میشه. در مورد ایران احتمالا همونجور که میدونید کسی تابع ایران شناخته میشه که پدرش ایرانی باشه یا خانومی که با یک ایرانی ازدواج کرده باشه. یعنی تمام کسایی که در اروپا به دنیا اومدن و اصلا ایران هم نرفتن ولی پدرشون ایرانی هست ایرانی شناخته میشن و خانوم های اروپایی هم که با یک ایرانی ازدواج کرده باشن هم ایرانی هست محسوب میشن. خب حالا این قضیه مال کسانی است که اقوام ایرانیان امریکایی ایرانی تبار هستن که در اروپا یا اون 38 کشور دیگه هستن. برای ما ایرانی هایی که الان اینجا هستیم و امریکایی شدیم، شهروند امریکایی شدیم، برای ما چه مشکلی به وجود خواهد اومد؟ بعد اون میریم سر اثر بدی که این قانون خواهد داشت. در حال حاضر نماینده اتحادیه اروپا به آمریکا نامه رسمی به کنگره نوشته که تمام 28 تا سفیر اروپا به آمریکا این نامه رو امضا کردن، به کنگره آمریکا اخطار دادن که این قانون رو تصویب نکنن و اگر بکنن اروپا تلافی خواهد کرد. یعنی همین قانون رو اروپا خواهد گذاشت برای تبعهای آمریکا، که برای همین احتمالش چقدره؟ احتمالش از نظر در طرف اروپا خیلی زیاد به نظر میاد، مثلا به خاطر نامه رسمی که نوشتن به کنگره آمریکا. حالا دقیقاً جزئیاتش چی خواهد بود طبیعتاً مشخص نیست، ولی در حال حاضر به نظر میاد که اگر اروپا تلافی بکنه همون چیزی که توضیح دادم اتفاق میفته برای ایرانی های برای تبعی آمریکا که از ایران و چه سه تا کشور دیگه هم تبعی باشن، یعنی ایرانی هایی که حتی اینجا به دنیا اومدن تا حالا ایران هم نرفتن ولی چون پدرشون ایرانی است حساب محسوب میشه، یا خانم هایی که با یک ایرانی ازدواج کردن، اونها دیگه به این 38 تا کشور وقتی تلافی بکنن نمیتونن بدون ویزا برن و باید تقاضای ویزا بکنن. در نتیجه پاسپورت آمریکاییشون همون ارزش پاسپورت آمریکایی شخص دیگر رو نخواهد داشت و تابع درجه دو خواهیم شد متاسفانه. خب سوال الان اینجا اینه آقای مطلوب که از نظر قانون اساسی آمریکا این چنین تبعیض گذاری شدنیه یا نیست؟ من از شما خواهش میکنم چون مطلب خیلی مهمه، اجازه بدید که ما بریم چند آگهی رو گوش بکنیم، برگردیم ما قسمت بعدی برنامه رو با اجازه خانم دکتر ماندانا زندیان به این قضیه که بسیار مهمه میخوام اختصاص بدم، پاسخ این سوالم رو از شما بعد از اینکه برگشتیم خواهم گرفت. میمونید با ما آقای مطلوب؟ بله. پس گوشی خدمتون باشه. عزیزم لطفاً کمربندتو ببر. چشم آقا. نمیخوام اون مشکلی که همکارم تو تصادف براش پیش اومد برای مام پیش بیاد. بنده خدا بعد از تصادف کلی درد کشید، هیچی از کار و زندگیش هم افتاد. فقط یه چیز جزئی هم به آخر کار گیرش اومد، تقریبا هیچ. نگران نباش عزیزم، امروز تو رادیو 670 آگهی دکتر رضا حسنلو رو شنیدم، میگفت تو دفاتر حقوقیشون برای پرونده های تصادف فقط 19% شارژ میکنن. باورت میشه؟ فقط 19%، نه مثل خیلی جاهای دیگه 33% یا 25%. این نشون میده که دکتر حسنلو بیشتر به فکر موکلشه تا خوده. آره خب حالا تلفنش یادداشت کردی؟ آره، اول اینکه دکتر رضا حسنلو عضو 50-50 هستن. بعدش هم تلفنشون هم خیلی راحته، 818-7-84-84-84 818-7-84-84-84. پس با این حساب با احتیاط رانندگی کن، نگران هیچی هم نباش. چشم خانوم. Litigated cases not included.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند. کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود. مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. آغاز سال 2016 را در کنار عزیزانتان در رستوران‌های خانوادگی صدف و دریا جشن بگیرید. شبی پر از نشاط و رقص و پایکوبی با معروف‌ترین دیجی‌های شهر، دیجی دودو در انسینو و دیجی هومن در اورنج کانتی همراه با رقص عربی. سال نو در رستوران صدف انسینو و رستوران دریا قلب اورنج کانتی. در رستوران صدف انسینو با رزرو قبلی جا، ورودیه، 4 کورس شام و شامپین تحویل سال برای هر نفر $70 به علاوه تکس و تیپ. به علت محدودیت جا برای رزرو هر چه زودتر اقدام فرمایید. رستوران صدف 16240 ونتورا بولوار شهر انسینو، تلفن 818-981-8100 و رستوران دریا 1998 نورث تاستین استریت شهر اورنج در قلب اورنج کانتی، تلفن 714-921-2773. به امید دیدار شما در جشن آغاز سال 2016 در رستوران‌های صدف و دریا. جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را به روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating 30 years of excellence and integrity. jawanan.com. سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. این یک شنبه از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر در خدمت شما هستم که به سوالهای شما درباره خرید و فروش اتومبیل جواب بدهم. منتظر گفتگو با شما هستم. رادیو ارا. رادیو ارا. رادیو ارا. خب دوستان، برگشتیم خدمت آقای شان مطلوب، وکیل مهاجرت و کوشنده حقوق بشر در شمال کالیفرنیا، که هفته گذشته همونطور که به اطلاعتون رسوندم دیدارهایی با دفاتر خانم‌های سناتور کالیفرنیا داشتند و همینطور با دفتر نمایندگی مجلس نمایندگان، خانم سناتور فاینشتاین، باکسر و پلوسی، و نتایج این گفتگوها رو به دلیل اهمیتش در این بخش هم ادامه میدیم. آقای مطلوب، با سپاس از اینکه این فرصت رو به من دادین، در این مدت که آگهی ها پخش میشد چند نفر تلفن کردن، یکی دو موضوع دیگر رو هم مطرح کردن که حالا بعد از اینکه صحبتمون کردیم اگه فرصت بود اون سوالا رو با شما در میون خواهم گذاشت. میفرمودید سوالی رو که از شما کردم منتظر پاسخش هستیم در مورد اینکه آیا این بر اساس قانون اساسی آمریکا شدنیست یا شدنی نیست. بفرمایید. بله، متاسفانه این لایحه‌ای رو که مجلس نمایندگان تصویب کرده و سنا هم تا امروز قراره تصویب کنه و رئیس جمهور اوباما هم گفته که امضا میکنه، در نتیجه به زودی قانون خواهد شد، چون تأثیر مستقیم در غیر آمریکایی‌ها داره، احتمال زیاد با اینکه تبعیض قائل میشه به خاطر اینکه کسی اصلیتش از کجا هست، ملیتش از کجا هست، بر ضد قانون اساسی احتمال زیاد نیست. چون تو قانون هیچ ذکری نشده که تأثیری روی تبعه آمریکا میذاره، ولی وقت همونجور که عرض کردم چون اثر مستقیمش به خاطر تلافی 38 تا کشور دیگه خواهد بود، به نظر من احتمال زیاد
اگر بر ضد قانون اساسی آمریکا هم نباشه، قوانین دیگه‌ای در آمریکا هست که تأکید می‌کنه که نباید قانون‌هایی گذاشته بشه که تبعیض قائل بشه از روی ملیت اصلی شخص. ولی این موضوع مشخص نیست دقیق، چون که اثر قانونه نه خود قانون که این تبعیض رو قائل میشه. متوجه شدم. برای همین من خودم تقاضا کردم از سازمان امریکن ایمیگریشن کانسل که تحقیقات حقوقی انجام میدن، تحقیقاتی انجام بدن و خبر بدن که آیا نظر حقوقیشون چی هست در مورد اینکه آیا این قانون، اثر این قانون قانونی هست زیر قوانین آمریکا یا خیر. و به نظر شخصی من تصورش برای من مشکله که این قانونی باشه زیر قوانین آمریکا. متوجه هستم. آقای مطلوبی، اگه قانونی به همین صورت، به صورت لایحه از مجلس نمایندگان و سنا بگذره و حتی رئیس جمهور هم امضاش بکنه، فرصتی، آیا زمانی برای این هستش که مثلا یه شهروند آمریکایی مثل شما که علاقمنده و نگران هست بخواد دنبال بکنه و بخواد که این قانون برگرده؟ این چه امکاناتی رو بهشون میدن؟ یعنی من میخوام شنوندگانی که دارن این برنامه رو گوش میدن و من روشن بشیم که ما به عنوان شهروند امریکایی چقدر میتونیم در برگردوندن یه قانونی که غیر منصفانه است مؤثر باشیم. چه کار میتونیم بکنیم در این زمینه؟ البته من پیشنهاد من اینه که همه به سناتورهاشون و نماینده های مجلسشون تماس بگیرن و عقیدهشون رو در این مورد ابراز کنن که چقدر ناراحت هستن برای اینکه این موضوع، این لایحه داره قانون میشه. در مرحله دومم باید نظر من این هست که با وزارت امور خارجه باید تماس گرفته بشه و با دفتر رئیس جمهور اوباما و تقاضا بشه که ایران از لیست کشورهای حامی تروریسم در بیاد و وقتی که در بیاد از این لیست دیگه این قانون شامل ایرانی ها نخواهد شد. حالا برای گروهی که معتقدن که حکومت جمهوری اسلامی حامی تروریست ها هست، که در واقع خب حالا شاید اخیراً در سالهای اخیر کاری نکرده ولی کلن به عنوان یه حکومتی است که مشکل اساسی تروریسم رو هم دامن زده در کشورهای دیگر، حتی اگر این چنین باشه و حکومتی است که این چنین میکنه، این چنین کاری رو انجام میده، خب حکومت کشورهای دیگری هم داریم که خیلی واضح و آشکار دارن تروریست ها رو حمایت میکنن. عربستان سعودی، پاکستان، اونها چگونه اونها تو این لیست نیومدن و ایران آمده؟ ما حالا من میخوام خیلی عادلانه این قضیه رو از دو جانب بررسی کنم، چون بسیاری از ایرانی ها هم که با حکومت جمهوری اسلامی مخالفن معتقدن که بسیاری از این مسائل و مشکلات تروریسم رو حکومت جمهوری اسلامی در جهان به وجود آورده، ولی در کنار اون عربستان سعودی و پاکستان و کشورهای دیگری هم هستن که چنین کردن، چرا اونا نیستن و ایران هست؟ این فرق رو من نمیفهمم و یا بسیاری از دوستان ما متوجه نمیشن. چون همونجور که میدونید وقتی دولت آمریکا رابطه خوبی با دولت‌های من جمله کشورهایی که شما اسم بردید داره، اونها رو معین نمی‌کنه به عنوان طرفدار تروریسم و به خاطر مشکلاتی که در 30 سال اخیر با ایران داشته، ایران جز این لیست هستش. این لیست هیچ اهمیتی نداره غیر از اینکه زندگی ما رو سخت میکنه. اگر ایران تو این لیست نبود که اصلا ما این لایحه شامل ما نمیشد. متوجه این نکته هستم، ولی منظورم اینه که شما در دیدارهایی که داشتید با دفاتر سناتورها و نمایندگان مجلس به این نکته های اصلا اشاره شد که انتخاب این 4 کشور بر اساس چه معیاری بوده؟ چرا بعضی از کشورها بیرون موندن، بعضی از کشورها اومدن داخل این لیست؟ بله، اولش عرض کردم فقط قرار بود که شامل عراق و سوریه باشه، چون عراق و سوریه در حال جنگ داخلی هستن. بله، به خاطر اینکه در حال جنگ داخلی هستن قرار بود فقط شامل اونا بشه و لحظه آخر این قسمت دیگر هم اضافه کردن و این لایحه اسمی از ایران نمیبره و تنها جوری که شامل ایرانی ها میشه به خاطر اینه که ایران هنوز معین شده به عنوان کشوری که حامی تروریست هست. پس آقای مطلوب، اگه من درست متوجه شده باشم، برای اینکه این قانون شامل حال ایرانیان، امریکایی‌های ایرانی تبار و کسانی که به ایران سفر کردند، حالا برای دیدار عزیزانشون یا هر چیزی که نشه، باید تقاضا بشه که اسم ایران از بین حامیان تروریست درآورده بشه. این یک راهش هست. خب. البته
خب. بعد راه دیگرش هم که البته اینه که وقتی که معین بشه که این قانون از نظر قانون آمریکا قانونی نیستش، باید به دادگاه بردش و از طریق دادگاه سعی کرد که متوقفش کرد. شاید درستنی راهش این باشه، به دلیل این که اون وقت در این زمینه هست که همه ایرانیان یک صدا میتونن با هم باشن، چون من به نظرم میرسه که بین ایرانی ها حتی در خارج از کشور این تفرقه هست که یه دهی معتقدن که برای درآوردن اسم ایران از این لیست، از این لایحه، اگه بگن کشور حامی تروریست نیست، نه که کشور، جمهوری اسلامی، حکومت که در اون کشور داره الان حکومت میکنه نیست، خب مبارزه‌ای که ایرانیان خارج از کشور سالهای سال، سه دهه خورده ایست دارن با حکومت جمهوری اسلامی میکنن، نادیده گرفته میشه. ولی اگر به عنوان یک کار غیر قانونی و یا غیر حقوق بشری وارد قضیه بشن و این مسئله رو بگن که خب شهروندان این کشورها دارن صدمه میبینن از یه قانونی که عادلانه نیست، شاید این راه بهتری باشه. فکر نمی‌کنین آقای مطلوب؟ البته راه دوم اگر که امکان پذیر باشه البته راه بهتری است، چون از نظر شخصی من عرض کردم این قانون اصلا برخلاف ارزش‌های آمریکا هستش که قانونی گذاشته بشه که تبعیض قائل بشه به خاطر اینکه اصلیت شخص از کجا هست. حالا چه ایران باشه، چه عراق، چه سوریه، چه سودان، چه هر کشور دیگه، من اصلا با این قانون به کلی مخالف هستم به خاطر اینکه داره تبعیض قائل میشه بین دو شخص آمریکایی فقط به خاطر اینکه اصلیتشون از کجا هست. حالا یه سوال سریع از این که چند تن از تلفن کسانی که ظرف آگهی‌های بازرگانی به ما زنگ زدن، نگرانیشون این هستش که خیلی خب ما با داشتن گرین کارت اگر که به ایران سفر کنیم الان در حال حاضر برای این تعطیلات همین کریسمس و سال نو، آیا قانون هنوز قانون نشده این سفر رو میتونن بکنن برای دیدار خانوادهشون رو برگردن یا دوچار مشکل خواهند شد؟ بله نه، اولا که 60 روز طول میکشه تا قانون به اجرا در بیاد. خب ثانیاً هم چیزی که میخوام خیلی روشن باشه برای همه اینه که هیچ تأثیری برای کسایی که چه مقیم آمریکا هستن، یعنی کارت سبز دارن، چه پاسپورت آمریکایی دارن، برای ورود به آمریکا هیچ مشکلی نخواهند داشت. اگه به اون 38 کشور نرن، اگه مثلا در ترکیه متوقف بشن، از طریق ترکیه یا امارات یا هر جای دیگه سفر بکنن، هیچ مشکلی نباید داشته باشن. نکته دیگری هستش که ما به نظر شما دوستان ما باید بدونم و من نپرسیدم از شما آقای مطلوب؟ فقط اینکه امیدوارم که جامعه ایرانی در آمریکا خیلی بیشتر در این مورد فعال بشه. ما در طریق سازمانهایی که عرض کردم سعی خودمونو در شمال کالیفرنیا کردیم، ولی این جنگو در کنگره متاسفانه باختیم و الان باید در راه‌های دیگه سعی کنیم که بجنگیم و اجازه ندیم که به هیچ وجه شهروند دوم این مملکت حساب بشیم. متوجه هستم، ممنونم از شما. اگر دوستانی پرسش هایی داشته باشن در این زمینه، آیا سایتی، سامانه ای جایی هستش که بتونه به پرسششون پاسخ بده، یا شما خود در واقع بار اسوسییشن ایرانی ها تلفنی داره که بتونن ازش سوال بکنن؟ ایرانیان امریکن بار اسوسییشن که همین کانون وکلای ایرانی آمریکایی هستش. بله. و سایتشون هست iaba.us. بله .us. بسیار خب، دوستان کسانی که پرسش دارن میتونن با این سامانه تماس بگیرن و پاسخ پرسش هاشون رو بگیرن. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم آقای شان مطلوب، شاپور مطلوب از شمال کالیفرنیا. خیلی ممنون خانم سرشا. خواهش میکنم، خدا نگهدار. سال را در کامار رستوران شاه عباس بیبلی هیلز جشن بگیریم. مهرمایه سهراب، مهروم بدری، همتیار شیرین، گروه رقص برزیلین. تلفن اطلاعات 310-659-3242 310-659-3242. هپی نیو ایر.
Loan is a 30-year fixed loan with a 1-0 lender paid buy-down. Initial rate is valid for the first 12 months. After that, the interest rate will be 1% higher. Not all applicants will qualify. Rates and terms subject to change. NMLS 6606 Equal Housing Lender. Licensed by the Department of Business Oversight under the California Residential Mortgage Lending Act license. Hey, Alex Michaels here. You've heard all the low-rate ads for 10 and 15-year mortgages in the twos. Listen carefully. A new 30-year loan that has a payment that uses a 2.99% interest rate for the first year has just hit the market. This is a 30-year fixed-rate loan at 3.936 APR with the first year at 2.99%. And New American Funding has it. We have figured out a way to allow you to realize your low-rate savings in the first year rather than over the life of your loan. Did I mention there are no points and no fees? 2.99%, 3.936 APR with no fees. That's right, 2.99% rate the first year, 0.0 fee loan. These rates are not going to last. Call New American Funding today at 800-870-7283, 800-870-7283, or visit newamericanfunding.com. راسنک BMW دیلرشیپ خوشنامی است که در 3 سال گذشته قادر بوده فروش خود را 2 برابر کرده و دلایل زیادی برای این موفقیت چشمگیر خود دارد. تحت مدیریت مهران فروتن و امیر خانساری مدیران فروش راسنک BMW، هدف فروش در این دیلرش $150 به هنگام امضای قرارداد و بدون سکیوریتی دیپوزیت 36 ماهه فقط $257 به اضافه تکس لیز کنید. همین جمعه 18 تا 1 شنبه 20 دسامبر. حالا میبینید که چرا نام راسنک BMW را دور پلاک‌های بسیاری از اتومبیل‌های BMW در سراسر کالیفرنیا مشاهده می‌کنید. راسنک BMW در Thousand Oaks Automall 855-978-7558. Unapproved above average credit through BMW Financial Services with 10,000 miles a year and mileage choice per additional mile. Excludes government fees and taxes. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. خب دوستان، به ساعت دوم برنامه امروز خوش آمدید. شنبه 19 ماه دسامبر سال 2015 میلادی برابر با 29 آذر ماه 1394 خورشیدی. چای دوم، چای سوم، کهنه دم، تازه جوش، هر کدومو دارید بریزید. سر میز همچنان با ما باشید. میخواییم ببریمتون با فریبرز داوودیان یک شات اسپرسو نوشه جان کنید. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودیان. آقای فریبرز خان داوودیان گل، صبح شما بخیر. سرکار خانوم سرشار باغ گل، همونطور که قبلا عرض کردم، انشالله که شما سلامت و خوبین و یکی یک شنوندگان عزیز و محترم ایرانی شما در سراسر جهان همیشه سر حال و شنگول و منگول و حپه انگور هستن. حپه انگورش دیگه نمیدونم، ولی شنگول و منگولش بد نیست. حپه انگور هم خوبیه به خدا. به خدای قصه های قدیمی ایرانی که برای بچه ها میگفتن خیلی هاش اصلا هیچ معنی نمیده. یکی شما همی شنگول و منگول ما رو بزرگ کردم. خیلی چیزایی هم که توی بخواستم باز برم سر دین و مطلب که اونا بری نمیری اونجا. نه خانم سرشار، یک لغت جدید یاد گرفتم. انقدر آدم خوشش میاد لغت جدید یاد بگیره. حتما شما هم که اهل بیان و زبان هستین این احساس رو میپسندین که مثل که جایزه به من دادن یا ستاره به من میدن تو مدرسه وقتی درسمون خوب میشدیم. خیلی ها لغت بازن، شما هم مثل که لغت بازید. بگید ببینم چی اون لغت. و البته باید بگم که این با وجود گوگل هم خیلی خیلی فرق کرده. ما قدیما باید این دیکشنری های کت و کلوفت رو که با خودمون نمیبردیم مثلا تو کافه رستوران، الان شما هر لغتی میشنویم به گوشتون جدید میاد 5 ثانیه روی موبیل تلفنتون گوگلش میکنید. بله. خیلی خیلی کمک کرده واقعا. من شاید در چند سال اخیر اقلن 5-6 لغت جدید یاد گرفتم چون خیلی کاوش کردم. خب به کاوش کردین. خب این یه شما میدونید که آنفلوانزا چیه؟ همه میدونن دیگه. بله. بله. ولی آیا میدونید افلوئنزا چیه؟ بله. شما که همه چیزو میدونید خانم سرشار که بیماری بچهای پولدار. آره ببینید این چقدر لغت جالبیه، من این هفته یاد گرفتم، برام خیلی جالب بود. افلوئنزا از اینجا من فهمیدم که یک قاضی در تگزاس چند سال پیش یک جوان 14 ساله ای از ماشین پیاده میشه، جوان وحشی دیوانه ای بوده، مشروب خورده بوده، شاید با دوستش دعواش میشه، از ماشین پیاده میشه با مش میزنه محکم توی مغز دوستش و
ایشون دار فانی رو ودا میگن. این پسر رو این قاضی به سالهای سال زندان محکوم میکنه، با وجود این که این پسر زیر 18 سال بوده سنش. خب میگه این کارش وحشیانه بوده و این باید بره زندان. یک سال بعد در همون دادگاه همون قاضی یک پسر 16 ساله رو که مشروب زیادی خورده بوده و رانندگی بدون چی میگن مسئولیت میکنه، irresponsibly drive میکنه و میزنه یه در و چهار نفر میکشه رو، این محکوم به زندان نمیکنه، بلکه محکوم به probation و اینکه دیگه باید مواظب باشه و تحت نظر پدر مادرش زندگی کنه و مشروب نخوره و اینها محکوم میکنه. همون قاضی دو جوان، یکی 14 ساله یکی 16 ساله، اونی رو که محکوم به زندان کرده بوده یه پسر سیاه‌پوست بی چیزی بوده، وضع مالی نداشته، بی بضاعت بوده. خب سفیدپوست جوونه از یه خانواده متمول و پولداری می اومده و روانشناسای این میان تو دادگاه و شهادت میدن که این بچه از بیماری آنفلوئنزا که هیچ ربطی به آنفلوئنزا نداره یا به قول آمریکایی اینفلوئنزا، از اون داره چیز میبینه، ناراحتی داشته و این شد که ما رفتیم دنبال این لغت و فهمیدیم که آنفلوئنزا از آنفلوئنس میاد که یعنی ثروتمند بودن، متمول بودن و پولدار بودن. آها. یعنی یه بیماری جدیدی کشف شده و اون بیماری بچه پولدار است. بله، این خیلی جالبه، قابل توجه ایرانیان عزیز و گرامیه که ماشاءالله هممون موفق شدیم در این land of opportunity، سرزمین امکانات. آها. و خیلی بچه‌های ایرانی می‌بینیم که در سن 16 ساله با پورش‌ها و BMW‌ها و بنت‌های آنچنانی در خیابان‌های بیولی هیلز گاز می‌دهند و در مدرسه‌های خصوصی مدرسه میرن و خلاصه ساعت رولکس و نمیدونم کفش پرادا و همه میدونن دیگه شنوندگان ما. خیلی جالبه که اینها رو اومدن و در دادگاه گفتن و این رو ثابت کردن که اگر مثلا این پسر 14 ساله اینقدر خانوادش بهش پول و پله راحت در اختیارش گذاشتن و این هیچ وقت احتیاجی به کار و کوشش نداشته، این از نظر روانی یک آدم لاابالی و دیپرست و کسی که اصلا اشتیاق به کاری نداره و قدر چیزها رو نمیدونه و ارزش مثلا حتی لایف رو نمیفهمه، به حدی که ممکنه مستانه رانندگی کنه و زندگی یه نفر دیگر رو در خطر بذاره. و اینو میگن شده یک کاندیشن روانی که خیلی ها از این ممکنه دارن ناراحتی میبرن. امروز هم فارسیم داره به زور میاد از من دیگه، از بس دنبال اون لغت آنفلوئنزا توی لغت دیگه ما یادم رفت، لغت دیگه همچون که داشتیم میگفتی تو گوگل میگشتم، حالا حرفتون یادتون نره. نه یه... من این فقط حرفا رو یادم داره. یه نکته جالبی رو دیگه از دوستان برای من فرستاده، چون من شیرازی هم دیگه میدونی شیرازی هم الان میشه چون خودم شیرازی هستم ما شوخی کنیم با شیرازی، گوگل شیرازی فرستاده برای من، بعد میگه که اگه از گوگل شیرازی ها بپرسی مثلا من یه لغت بپرسی، بعد میگه که کاکو حالا حالش داری که گوگل شیرازی هست. حالا گمان نمیکنم شما سراغ شما رفتین سراغ گوگل امریکایی و جوابتون رو سریع گرفتین. نه دیگه، ما باید اینجا و من دسترسی به گوگل شیرازی ها ندارم، اگه داشتم حتما آخه عضوش نیستید، اگه شیرازی بودید گوگل هم سراغتون. افتخار میکنم، کاش که شیرازی بودم، شیرازی ها خیلی آدم باحالی هست. خوش خانم سرشار جونم، حالا ما که داریم بچه بزرگ میکنیم، آها، باید چیکار کنیم که این بچه ها در این حال که نمیخوایم سختی بکشن مثل ما با یه توپ پلاستیکی که به ما واسه توپای قرونی پلاستیکی فوتبال بازی میکردیم، آها، و بعدم که دو سه تا شوت میزدیم بعدش میخوابید و توپ کج میرفت، گل نمیشد باش زد، چسب میزدید بشو از این که سیریشون میزدید بشو. در این حال ما حالا یک اینجا مسئله داریم که بچه هامون لاابالی و بیخیال و بیتربیت بار نیان. آخه داشته نه ببین این قضیه، این دادگاه خیلی قضیه مهمیه، مخصوصا قاضی رو خیلی زیر سوال بردم، برای اینکه میدونی اون جوانم مادرش ورش داشته یا باباش فرار کردن، اصلا الان پیداش نیست. یکی از مشکلات اینه که الان پلیس با هم رفتن، بله پلیس داره دنبالشون میگرده.
مادرم مفلوئنزا داشته و این ارثی بوده، هر دوی با هم بیلیاقت. نه مادر و پدری که واقعا فقط خب قاعدتا از نظر غریزی پدر و مادر باید بچهشون رو حمایت کنن، ولی حمایت های از این دست الان نشون میده که این پدر و مادر در طول تربیت بچهشون هم خیلی کوششی نکردن که او رو درست تربیت بکنن، که حالا برای راهیابی یا چاریابی مشکلی که این داره راه رو در این پیدا کردن که بچه رو بردارن فرار کنن، از دست قانون فرار کنن. اون نمیشه. اگر که پدر و مادری به نظر من مسائل قانونی رو از بچگی، یعنی که در یه مملکتی که تو قانون حاکمه، اگه بخوای برخلاف قانون رفتار بکنی، چون پول داری میتونی بخری افراد رو و برخلاف قانون رفتار بکنی، با این سیستم بارش بیارن، خب آخر عاقبتش به اینجا میرسه. شما که با فرزندتون چنین کاری نمیکنی؟ میکنی؟ من که نه بابا، ما یعنی بهش پسر من برای اینکه با مسئولیت بار بیاد هر روز حیوانکی نهار و صبحونه و شامش رو باید پول بده، ما بهش میفروشیم غذا رو. خوب کاری میکنی. چی خودش وقت پولش از کجا در میاد؟ لیموناد میفروشه دم در؟ کار میکنه. بله کار میکنه. نازی ماشین شستن بهش ندید، هنوز خیلی کوچولوه. اتفاقا اون بهتری کاره، چون من همیشه ماشینام باید تمیز بشه، اگر اصلا عصبانی میشم، چون وسواسی هم در مورد وسواسم حالا به زودی صحبت خواهیم کرد. البته باید بگیم در مورد این جوان که ایشون در یه ویدیویی دوباره دیده شده دو سه سال بعد، که با دوستاش مست بودن و بدمستی میکردن و بازیهای احمقانه میکردن، خودشونو پرت میکردن روی میز. این ویدیو حتما تو اخبار شنوندگان تو دیدن و برای همین پلیس دنبالشه، چون پروبیشنش رو شکونده و نباید مشروب میخورده و خورده. اون خواننده جوانی که از این کارا میکنه، مرتب همسایه‌هاش هم اذیت میکنه و اینا، اسمش الان جاستین بیبر. بله اونم آفلانزا داره دیگه، مگه نداره؟ آها، حالا این خیلی قشنگ فرمودید. جاستین بیبر از یه خانواده در واقع بیبزاعتی به دنیا آمده و بزرگ شده. آفلانزا خیلی جالبه که میتونه حتی کسایی رو تحت تاثیر بذاره، که من اینو در دیکشنری های مختلف نگاه کردم. این خیلی جالبه، کسایی که یک دفعه به پول رسیدن. آها، اکتسابی ها میتونن باشه. بله. حتی کسایی که تازه به مدرک تحصیلی رسیدن، مثلا طرف از یه خانواده میاد که وقتی دکتر شده یه دفعه خودشو گم کرده که حالا من دکترم، حالا من دیگه خیلی آدم مهم میشدم. و یا کسی که بلیت لاتو برده یه دفعه یک شبه پول دار شده و ثروتمند شده. خب شما که لغت باز هستین و لغت دوست دارین، میدونین فارسی به اینا چی میگن؟ تازه به دوران رسیده. نو کیسه. خیلی خوشم میاد از این لغت. بله. خب یعنی خودشونو تازه یاد گرفتن. آره. با کیسه پشت خودشونو کیسه بکشن. نه، کیسه پول. من فقط یه چیز جالبی میخوام بگم در این مورد. قدیما وقتی کسی قاتل بود و آدم میکش، خودشو به دیوانگی میزد، یادتونه؟ میومدن توی دادگاه و میگفتن وکیلشون به یکی از بهترین دفاعا بود این بود که این دیوانه است، این نمیفهمه چی کار میکنه، منطقش کار نمیکنه، بیماری روانی داره. بله. و طرفم میومد توی دادگاه شکلک در میآورد، خلبازی در میآورد، مثل اوجی سیمپسون رو میگفتن این دیوانه است. حالا این میتونه آفلوئنزا وانمود کنه، یعنی یه کسی که آدم کشته کافیه فقط با یه کت شلوار شیک و یک ساعت طلای رولکس و کفش های بسیار قشنگ گوچی و یک ماشین رولز رویس هم اجاره کنه و بیاد تو دادگاه و خودشو به پولداری بزنه. اصلا یه مش پول، یه بسته اسکناس بردار بزنه رو میز قاضی دادگاه، بگه آقا این پول بردار منو را آزاد کن، وقت میگه نه این آفلوئنزا داره. آره؟ و به دابل و به قاضی میگن آقای قاضی وکیلش، والا به خدا این قاتل نیست، این ثروتمنده، اینو ببخش. این ولی از اون قانونای دلخوش کنکه ها، یعنی بله. کسانی که همیشه یه مقداری از آدمایی که پول دارن از این ادها در میارن دلخوشی ندارن، خوشحال میشن که به خاطر این قضیه بالاخره فهمیدن که این پولدارا یه بیماری هم دارن. آره، تا دست خودشون نیست. نه بیچاره ها. بله. برای همینه که من میخوام مثل این آقای مارک زوکربرگ تمام ثروتم رو به زودی بدم به خیریه، فقط ثروتم باید اول به دست بیارم بعد بدم. باشه، پس بودیم بریم دنبال ثروت هفته آینده. آه نه، هفته آینده که نیستیم. آه تعطیلیم. سال جدید، کریسمس، همه این چیزا بر شما مبارک باشه تا دو هفته دیگه انشالله. موفق و سرحال و خرسند. خیلی خوش بگذره بهتون در روزهای آخر سال. شما هم همینطور. خدا حافظ. آیا
شهروند قانونمندی هستید که بر اثر سهل‌انگاری و سرعت بالا جریمه شده اید. آیا دوربین کنترل ترافیک از شما در حین عبور از چراغ قرمز عکس گرفته و حال نگران آن هستید که برای شما جریمه ارسال شود؟ آیا تا به حال به دلیل سرعت بالا، رانندگی در حال مستی، عبور از چراغ قرمز، رانندگی بدون گواهینامه جریمه شده اید یا گواهینامه‌تان توقیف یا باطل شده است؟ دیگر نگران پرداخت جریمه، پوینت منفی بیمه و یا شرکت در کلاس‌های رانندگی نباشید. در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. همین امروز جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you. رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه. رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966. فقط دو نوع انسان وجود دارد، یک نوع افرادی که غذای هندی را دوست دارند و دیگری افرادی که غذای هندی را تا به حال امتحان نکرده اند. به سپایس افر رستوران بیایید و لذت مزه واقعی غذای هندی را تجربه کنید. در فضایی لوکس، مدرن و زیبا در بیولی هیلز پذیرای شما و مهمانان مشکل پسند شما. سپایس افر رستوران در بیولی هیلز 310-400-6800 310-400-6800 670 AM Los Angeles. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر الهی، در شمال کالیفرنیا صبح شما بخیر. خانم سرشار عزیز، در جنوب کالیفرنیا صبح شما بخیر. خوبید که انشالله؟ بله، به حبتون خوب. بله، خب ما خیلی خیلی خوشحالیم، به خصوص که بهانه امروزمون استقبالی است از رویدادی که قرار دو سه روز دیگه اتفاق بیفته. همیشه ما در مورد هفته قبل صحبت میکنیم، امروز میدیم یه چند روزی جلو و در مورد شب یلدا میخوایم صحبت بکنیم و از شما یه سوال خیلی اختصاصی دارم در این زمینه، چون میدونم در این مورد مطلبی هم در کتاب دوری ها و دلگیری ها نوشتین آقای دکتر الهی. خواهش میکنم، مثل همیشه در خدمتتون. خواهش میکنم. آقا فرق یلدا و شب چله چیه آقای دکتر الهی؟ والا من از یلدا اطلاع زیادی ندارم، گویا که این یه کار یه چیز باستانی است، یه جشن باستانی، ولی شب اون چیزی که ما شب دیگه مسیحی الان اینجا به عنوان شب یلدا جشن گرفته میشه، همون شب چله خود ماست. آها. اونم چله بزرگه. میدونید که در ایران ما چله بزرگی داشتیم و چله کوچیکه. درسته. چله بزرگی از هفت ده، یعنی 3-4 روز دیگه شروع میشد و میرفت تا مثلا 16 بهمن، 15 بهمن. بعد نوبت چله کوچیکه میشد که 17 بهمن شروع میشد تا 5 اسفند دامن پیدا کرد. و یادتون باشه که این چله مربوط به زمستان نبود، در تابستان هم چله داشتیم. اه چه جالب. بله بله، این خیلی براتون جالبه. در چله تابستان از 5-30 تا 11 مرداد همچین وقتایی بود. آها، راست میگید. ببین، میگفتیم موقع که حرف میزدیم گفتیم در چله تابستون هم این کار مثلا هوا. آفرین آفرین، براوو. به روزنامه نویس خوب به این میگه. گفتن مردی که سر چله در روز چله تابستون باشه اونجا چی کار داره. آره آره. و این چله اصولا یه اصطلاح عامیانه بود که برای بسیاری از چیزا هست. یه نکته دیگه هم اینجا بگم که خیلی مهمه، میدونید که
تیرکمون تیرکمون که میدونی چی بود؟ بله بله. زه این تیرکمون رو بهش میگفتن چله. چله بله. اگه یادتون باشه در بسیار جاها میگفتن که از چله کمون دیگر تیر رو رها کرد. تیر رو رها کرد. درسته بله. درسته. بعد میرم به این طرف که ببینیم این چله چه چیزایی داشته. صحبت هایی هسته که میگفتن یا آقایی که داره تمسیم سن سالش گذشته یا توی از بعد چهل گذشته بود و سر گوشش می جنبید خب. می گفتن آخه این چه این کار رو میکنه می گفتن ولش کن چلچلی چلچلیش یادتونه بله بعد یه اصطلاح صوفی صوفیانه هم هست دارمی که یارو چله نشسته چله نشستن به معنی معتکف شدن بود برای کسایی که میخواستن یه مرحله عرفانی رو بگذرونن و یه چله دیگه هم داریم اون مال درگذشته بله. میگم یه چله دیگه هم داریم الان به نظرم رسید مال درگذشتگانه میگفتن چهل همشو بله. گرفتن آره. پس این رقم چهل در واقع در فرهنگ و در ادبیات فارسی به عناوین مختلف وجود داشته صد درصد خب. صد درصد و این به هر حال این ولی این کاری که فرض بشه پس از شما میکنین چله بزرگ است من برای شما یه تیکه از همون کتاب کوچولو ها که خونه در هر خونه این چله دوره کرسی برقرار میشه درسته و من بعضا کرسی رو براتون میخونم از روی کتاب بفرمایید یعنی روی کرسی مجموعه مسی بزرگی انباشته از آجیل گذاشته بودند با سلوهایش را که هم گرانتر و هم خوشمزه تر بود اول غارت میکردیم بعد سراغ جوز قندها می رفتیم جوز قندهای هلویی سفت بود و دندان می شکست و جوز قندهای آلویی نرم و چسبنده و دندانگیر شب شله در شهر اون هم در خانه های ما بازی های محلی وجود نداشت شب چره بزرگترین دلخوشی پیش از شام و خربوزه گرگاو در تور به سقف آویخته و انگور ریش بابا به چفت آویخته و گاهی هم هندوانه سر بزرگترین لذت بعد شام ما بود این من نمیدونم شما چقدر این مرحله دور کرسی آدم ها با اعتبار سن و سال و مقام و مرتبهشون میشوندنشون بل. و ما بچه ها رو میذاشن پای کرسی آخرین توی و این پای کرسی درست رو روی جایی بود که بزرگ خانواده میشسته پدر من میشسته و کار به سرا اداره شب چله رو بر عهده داشت و مهمتر از همه این بود که همه ما معطلمون بودیم که اون شب بعد چله شب اجازه به سرا خوردن آجیل و شیرینی داده بشه که ما بتونیم به خود به آجیل بشیم و خیلی جالب بود خانم تشار که در اون زمان حالا نمیدونم واقعا چجوری الان فال حافظ تکلیف شب چله رو روشن میکرد بازن تکلیف نشن پدر سینه را صاف میکرد حافظ چاپسنگی بنبعی را بر میداشت و بابستن ششما فاتحی میخوند و آن را میگشود صدای دلکش آرام و مهربانی داشت بر خلاف خود چندان مهربان نبود بس حافظ یک غزل میخوند مثلا همین غزل رو من نقل کردم ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی بعد میرفت بلا این غزل یکی از اثرات عجیب غریب حافظه این دایم گل این بستان شاداب نمییابد دریاب ضعیفان را در وقت توانایی و این بگه که در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم لطف کن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی بعد ما میشه بچه بودیم خنگ بودیم چیه بعد این روی این بیت خیلی تکیه نکسته در وقتی این بیت بار میامد فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی ببینید با این فال به ما درس میزدن یاد میگرفتیم بعد کم شب چله میشد بعد میگفتن حالا برین آجیل بخورین در ادبیات فارسی هم خواست شد خیلی شعر هستش حتما شما خیلی امروز خواهید خوند بله سعی میکنم که در آخر برنامه یکی چند تا رو حتما این کارو بکنید اون چه که من یادم از من
دو بیتی از سعدی اینکه باد آسایش گیتی نزند بر دل تنگ، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. این یلدا رو مصرف کرده. یه مقداری آقای دکتر الهی شب یلدا و یا شب چله گرفتن از طرف ایرانی ها و بعد یه جوری با مثلا مراسم دیگه مثل شب کریسمس، مثل شب هنوکا که یهودیان میگیرن، اینا همش به دلیل اینی که در زمستان هست و تاریکی زود میرسه و خب دورانی که برق این چیزا نبوده انسان ها از تاریکی میترسیدن، همش با شمع و روشنایی و نشستن و پذیرایی و دور هم بودن، برای این که من گمانم اینه که یه نوعی ترس از تاریکی داشتن و ترس از چیزهای ناشناخته در تاریکی و واقعا هم این دور هم نشستن ها من دورانی رو یادمه که در دوران کودکی من خب ما مثلا هفته دو شب برق نداشتیم، به طور معمول میرفت برق تا موقعی که برق شد و دیگه حسابی همه روزها و شبهای هفته برق داشتیم. شبهایی که برق نبود احتمال اینکه افراد خانواده دور هم بشینن و با هم گپی بزنن و جوکی بگن و شعری بخونن بیشتر بود، چون که یه نوعی نگرانی از اینی که برق نیست و روشنایی نیست وجود داشت و شاید هم این شب یلدا دور هم نشستن برای گذراندن طولانی ترین شب سال با خانواده برای با هم بودن یه بهانه خیلی خوبی بوده. فکر نمی‌کنم کاملا درسته. بله. و این توجه رو داشته باشید که این همین شب یلدا جشن اینجوری با اشاره کردی به کریسمس، اشاره کردی به هنوکا، این از بازمونده سنت زرتشتیه. البته که من زیاد اطلاعی در باب ندارم و همین آرزوی تمام شدن شب. سعدی باز میگه که برای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد، که بگرفت این شب یلدا ملال ماه و پروینم. و یا من یه قطعه یه سرسده یه درست یادم میاد، میگه روز رویت چو برانداخت دقا و سر زو، روی از روز قیامت شب یلدا برخواست. به هر حال این سنتی بوده و ما به اون صورت همیشه که تحت خلاصه که گفتم ما دوستش داشتیم و اجرا میکردیم و الان که خیلی خوشحالم که در قربت خیلی جشن مفصل میگیرن. بله، طرف ما که بله برنامه های مفصل هست و خانواده ها هم دور هم جمع میشن و این بودن در غربت و نبودن در وطن به نوعی در این نمادهای مختلف فرهنگی و وطنی بله خودشو جلوه میده و یه جوری ما رو وابسته میکنه به گذشته هایی که خاطرات خوشی از اون داشتیم، مخصوصا خاطره های دوران کودکی که هرچقدر بعضی موقع میتونست تلخ باشه. یعنی همین کرسی که الان شما دارید تعریف میکنید، من خب هم شما میده هم بسیار کسانی که در این دوران کرسی داشتن در دوران بچگیشون، چقدر بچه میسوخت تو کرسی ولی خب اونا رو یادمون میره، خاطرات خوشش یادمون میمونه که دور هم بودیم و گرمای اون کرسی، حضور خانواده، بزرگترهای خانواده، همه اینا بله زمان خوشه. چی میکردن یه ساکت باشین، دارن فال میگیرن. در هر حال کاری یه سنتی است، سنت هم همینطور که من از کردن این شکلیه. حالا همونطور که گفت شما فرمودید این رقم چل چله چه حکایتیه نمیدونم، ولی الان در حال حاضر برای من خیلی خوشحال میشم که میبینم در خارج این جشن گرفته میشه، در داخل ایران هیچ خبر ندارم. حتما نه، در داخل ایران هم که عکس هایی که میاد و روی رسانه های اجتماعی میذارن و عکس انارا و هندونه ها و بازارهای ایران که قیامته و بعد مردم ایران که با تمام این مسائل و مشکلاتشون روحی خوبشون رو نگه میدارن برای استقبال از برنامه های این چنینی و عیاد این چنینی. در هر حال شب یلدا و چله خوبی رو براتون آرزو میکنم در کنار خانواده آقای دکتر الهی. هفته بعد که در خدمتتون نیستیم. بله، تا اولین شنبه سال جدید. یه ملت از دستمون راحت نه دلشون تنگ میشه براتون، میدونم اینو، ولی فرصتی است برای استراحت کوچک و بعد دو هفته دیگه در خدمتتون باشیم. ان شاء الله سال نو. بله بله، در سال نو، تعطیلات آخر سال و سال نو بر شما اطرت خانم و خانواده هم شاد و پیروز باشه. همچنین شما و همه بچه‌ها. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شما می توانید فقط با پرداخت $559 در ماه صاحب یک دستگاه مازراتی شوید. من فرهاد بشیرتاش، صاحب مازراتی آف بیکرزفیلد، با وسیع ترین و متنوع ترین مدل های مازراتی در سنترال ولی، شما هموطنان عزیز را به تخفیف ویژه سال دعوت می کنم. بیکرزفیلد مازراتی، برای استفاده از این اوکازیون استثنایی هرچه زودتر با تلفن 661-865-8360-661-865-8360 تماس سلمایید. Bakersfield Maserati. One car stock number 15033. 559 plus tax and license for 39 months. MSRP 71975. 3500 down at signing. 5000 miles a year. Approved on Tier 1 credit with Ally Financial. خانم فریبا پاکفر از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مورد انواع وام‌های تجاری و مسکونی با شما گفتگو خواهند داشت. فریبا پاکفر 818-212-2025. اطلاعیه خدمات بیمه روبن یوسفیه، قابل توجه دارندگان بیمه های درمانی اشورنت و یا تایم اینشورنس. چنانچه مطلع شده اید، متاسفانه اشورنت هلت برای سال 2016 بیمه های شما را تمدید نخواهد کرد. در این صورت برای اینکه در پوشش بیمه شما وقفه‌ای حاصل نشود، لطفاً هر چه زودتر با دفتر خدمات بیمه یوسفی تماس گرفته و ما حداکثر کوشش خود را در انتخاب بیمه مناسب برای شما و فرزندانتان خواهیم نمود. خدمات بیمه روبن یوسفی 866-653-6655 866-653-6655. ضمناً از شرکت‌هایی که می‌بایست بیمه‌های گروهی خود را برای سال آینده تمدید کنند، تقاضا داریم برای بهترین انتخاب و سرویس بی‌دریغ با ما تماس حاصل فرمایید. For all your insurance needs, please call 866-653-6655. California license number 0616221. Serving the community for 35 years. هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، به خصوص اگه سنت بالا رفته و احتیاج به مراقبت داری. Home Instead Senior Care عزیزان دلبندتان را در امنیت منزل خودشان توسط پرستاران زبده از 3 تا 24 ساعت برای تمام امور از خرید، تنظیم دارو، قرار ملاقات و گردش و تفریح نگهداری میکند. این سرویس برای دارندگان بیمه لانگ ترم و پرداخت خصوصی مهیا میباشد. ما برای تکمیل کادر خود نیاز به پرستار با تسلط به زبانهای فارسی و یا ارمنی داریم. 818-254-9992. شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری، دوم ژانویه در بارکلی تیتر اروان. فروش بلیط در هولسام چویس، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر اروان و بارکلی دات اورگ. تلفن 818-984-60. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای کامران فرهومند در آرمان لیدرشپ اکادمی راجع به جدیدترین اطلاعات و تکنیک‌های به دست آمده در مورد قدرت‌های نهفته درون شما برای موفقیت کامل و زندگی بهتر با شما گفتگو می‌کند. بعد از 20 سال در های یکی از زیباترین گالری های لس آنجلس، ونیژن دیزاین به مساحت 15000 اسکوئر فیت به علت بسته شدن شاپینگ سنتر وستفیلد پرومناد وودن هیلز بسته خواهد شد. فقط تا پایان سال 2015 فرصت باقی است. از این فرصت استثنایی استفاده کنید. کلیه لوازم منزل، مبلمان لوکس اروپایی، وسایل تزئینی از قبیل مجسمه های برنز، لموش تاپستری فرانسوی، تابلو و کلکسیون فرش ایرانی، همه و همه زیر قیمت خرید و تا 80% تخفیف به فروش می‌رسد. 818 70 30 900. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. یک هنرمند، یک اثر. خب یاران، بسیار خوشحال و سرفرازم که در این بخش از برنامه مهمان برنامه صبحانه با هما سرشار، یکی از صاحب نامان و نویسندگان بسیار بسیار مشهور و مورد توجه همه شما
دوستان هستن که محبت کردن بر سر بنده منت گذاشتن در این برنامه. استاد ایرج پزشکزاد دعوت من را قبول کردن که در خدمتشون باشیم. ایشون فردا در دانشگاه UCLA یک برنامه کتابخوانی دارن، داستانخوانی دارن و به همین مناسبت گفتیم یه سلامی خدمتشون بکنیم، یه خوش آمدی بهشون بگیم و بعد اطلاعات برنامه رو بدیم خدمتتون که به دیدار ایرج پزشکزاد نویسنده یگانه ایرانی برید. آقای پزشکزاد صبح شما بخیر. سلام خانمم. حال شما خوبه که؟ بخیر. حال من بد نیست. تشکر میکنم از لطفتون. خیلی خیلی به شهر فرشتگان خوش آمدید جناب پزشکزاد. تشکر میکنم. شما من میدونید که من شهر شما، شهر فرشتگان رو خیلی دوست دارم. خیلی از دوستان و بستگانم اینجا بودن یا هستند و یا ماندگار شدند. گذشته از این که میدونید شهر تقریبا فارسی زبانیست که من کمتر از جاهای دیگه و شهرهای دیگه احساس غربت میکنم در لس آنجلس هستم. چقدر خوبه و ما هر فرصتی که شما محبت میکنید به شهر ما میایید از حضورتون در اینجا لذت میبریم و چقدرم خوشحالیم که باز این بار هم که اینجا هستید فرصتی هست که دوستان به دیدارتون بیان فردا ساعت 5-7 بعد از ظهر در دادهال دانشگاه UCLA اتاق 121. آقای پزشکزاد با شما دوستان دیدار دارن. شنیدم که یکی از نوشته های جدیدتون رو، یکی از نوشته های طنز جدیدتون رو که تا حالا نخوندید و تا حالا چاپ نکردید دارید برای دوستان آماده میکنید آقای پزشکزاد. خواهش کنم که خانمم فقط مسئله خوندن قصه یا حکایتی نبود. من در معمولا میدونید من دعوت دانشگاه ها یا بنیاد های فرهنگی کالیفرنیا رو با اشتیاق فراوانی میپذیرم و همیشه با اشتیاق این سفر رو برگزار میکنم و غالب مدت سفرم هر جای کالیفرنیا باشه در شهر شما میگذرانم. میدونم اینو و این لطفی که نسبت به ایرانیای لس آنجلس دارید برای ما بسیار ارزنده است. دوست دارم این شهر رو. این سفرم الان دعوت انجمن یا اتحادیه دانشجویان UCLA رو برای صحبت فردا با علاقه و اشتیاق قبول کرد. بله، گروه فرهنگی سرف. آه بله صحیح. ولی همون دانشجویان دانشگاه UCLA هستن، دانشجویان ایرانی. بله بله بله. البته موعد مراجعت هم به پاریس دقیقا معلوم نبود، آخرین فرصت تصمیم این جلسه گرفته شد. دونید سالهای گذشته بنده مکرر در 20 سال پیش تقریبا هر سال سفری خدمه این طرف داشتم و در سالهای اول معمولا صحبتم راجع در دانشگاه در UCLA یا برکلی یا استنفورد، معمولا صحبتم راجع به مسائل ادبی بود، راجع به سعدی، حافظ، عبید، مولانا. ولی این 3-4 سال آخر گفتگو البته به خواسته و حتی اصرار حضار شنوندگانی که آمده بودند در جلسه بیشتر به مسئله حکایت جای جان ناپلئون، رمان و فیلمش اختصاص پیدا کرد. بله. امسال بله، بنده امسال وقتی عازم بودم صحبت از برنامه‌هایی در دانشگاه مریلند و استنفورد بود که به علتی به خصوص به علت بعضی سلامتی بنده انجام نشد. بعدم به محض اینکه اینجا رسیدم متاسفانه این واقعه غم‌انگیز و تراژدی بزرگ 13 نوامبر پاریس ذهنم رو واقعا
تأثیر کرد. و تا آمدم به خودم به جنبم واقعی سان برناردینو اتفاق افتاد که دیگه واقعا جای شادمانی که همیشه بنده اشتیاق داشتم بره که خاطری رو شاد بکنم جای شادمانی زیاد نموند، به خصوص این که من یک علاوه بر دردی که خب همه داشتم در این واقعه یک درد اضافی هم من داشتم و اون هم نابینایی سیاسی سیاست مداران مغرب زمین بود. صبح یعنی فردای 13 نوامبر آقای مانوئل والز نخست وزیر فرانسه کلامی گفت که بعد تمام روز و روزهای بعد تکرار شد، گفت جنگ تمدن‌ها شروع شده. من بلا به فاصله یعنی فرداش یا همون روز یک عبارتی یا که 30 و چند سال پیش شنیده بودم و ضبط شده بود و ضبط شدش رو داشتم از دکتر شاپور بختیار برای 2-3 نفر از روزنامه‌نویس‌های فرانسوی که می شناختم به وسیله ایمیل فرستادم و این یادآوری رو به اونها کردم که در فوریه 1980 دکتر شاپور بختیار در جواب خبرنگار فرانس انتر که رادیوی بزرگ فرانسه بود در باره خمینی پرسید، جوابی که داد این رو من در ذهنم واقعا حک شد، گفت پیرمرد از قعر ظلمت با اسلحه خرافات به جنگ تمدن آمده. عجب. حالا بعد از 30 سال تازه آقایون از جنگ تمدن ها صحبت میکنن. دوزاریشون تازه افتاده. عرض میکنم من واقعا درد اضافه بود برای من این نابینایی سیاسی مغرب زمین که مرکز و کانون فتنه رو نتونستن تشخیص بدن. در همون موقع من واقعا دردناکم بود که رجال فرانسه به جای خودشون فیلسوفان معروف مثلا آقای فوکو فیلسوف بزرگ فرانسه که میگفتن بزرگترین فیلسوف قرنه، 3 بار در همون سال اول به دیدن آقای خمینی به ایران رفت. تجلیلی که اینا کردن از اون فتنه دردناک واقعا خاطر است. در حال این بار در این اوضاع احوال بچه های دانشجو که از بنده خواستن که باز صحبتی بکنم در گفتم راجع به مسئله تروریسم و سابقه تروریسم یه اشاره خواهم کرد و به آنها یادآوری میکنم اون چی که در مملکت ما گذشته و میگذرد. دانشجویان حقوق بسیار موقعیت بسیار خوبی است که استفاده کنند واقعا چیزی که در جمهوری اسلامی برای روی کار موندن و از بین بردن مبارزان در پیش گرفته شده قابل این هست که موضوع تیزهای فراوانی قرار بگیره. خب پس از دانشجویان جوان از جوانان و همه حقوق بله ازشون دعوت میکنیم که فردا یک شنبه بین ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در دادهال 121 همینطور همه علاقمندان و کسانی که نوشته های آقای رجا پزشتاد در این سالها نوشته های جدیدشون رو هم خوندن از زمان دایی جان ناپلون تا حالایشون رو دنبال میکنن
برای دیدار با این نویسنده پرتوان ایرانی و استاد ادبیات ما به دانشگاه UCLA تشریف ببرم فردا. ایشون سخنرانی و داستانی منتشر نشده تحت عنوان عدالت ناب شلاقی رو برای دوستان خواهند گفت. اگر از من خواستن آقایون دانشجویان عنوانی برای این صحبت هم معرفی کنن. عنوان صحبتتون هست عدالت ناب آخوندی. آخوندی خب. عدالت ناب آخوندی بیزنی به خصوص برای من به یک موضوع به کلی بدی که تز وابستگی عدالت و دیپلماسی صحبت خواهم کرد، برای اینکه این تزیست که در جمهوری اسلامی برای اولین بار در پیش گرفته شده و من به علت اینکه در سابقه کاریم از 5 سال قاضی دادگستری و 23 سال دیپلمات بودم، تصور میکنم وظیفه دارم که این تز قابل یعنی تز مورد استفاده مقامات جمهوری اسلامی یعنی وابسته کردن عدالت به دیپلماسی یا دیپلماسی به عدالت رو برای بچه ها و جوانان توضیح بدم و یک موضوع به کلی بدی برای اونها خواهد بود. بله، با اشتیاق منتظر شنیدن صحبت های شما خواهیم بود فردا آقای پزشکزاد، و ممنون از اینکه دعوت من رو قبول کردی، در خدمتون بودیم. آقای ایرج پزشکزاد، روز خوبی داشته باشید. Christmas and Happy New Year. پیام شایانی هستم. فرارسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم. Jingle bells, jingle bells, jingle all seven. 7 7 7 7 8 7 7 8 7. Merry Merry Christmas and Happy New Year. مرکز غیرانتفاعی سادرن کالیفرنیا مدیکال سنتر به سرپرستی دکتر راسخی دارای بورد تخصصی بیماری‌های داخلی از آمریکا با 30 سال سابقه در ون‌نایس افتتاح گردید. 818-650-6700. خدمات این مرکز شامل تشخیص زودرس سرطان، دنتیست، فارمسی، تست های شنوایی، آزمایش های تنفسی، انواع واکسیناسیون و بسیاری خدمات دیگر. برای هموطنانی که بیمه ندارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. 818-650-6700. کجا با این عجله؟ دارم میرم سراغ بیمه سوفیل. مگه چه خبر شده؟ باورت میشه با این اوضاع خراب اقتصادی بیمه سوفیل چه بیمه مناسب و خوبی برای من و خانوادم درست کرده. الانم با عجله دارم میرم که کارام انجام. صبر کن منم باهات میام، چون مدت هاست دنبال یه بیمه خوب و مناسبم. بهترین انتخاب برای انواع بیمه ها فقط با بیمه سوفیل. بیمه سوفیل 818-933-0000. لایسنس نمبر 0F00747. شنوندگان محترم، من آرتین بندری هستم. برای هر گونه مشاوره سرمایه‌گذاری، گشایش حساب‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری در مستغلات و بازار سهام و همچنین بیمه عمر با من تماس بگیرید. 1-844 بندری، 1-844-226-3274. جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران
جوان. Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran. خب با شب یلدا یکی دو شبی بیشتر فاصله نداریم. در شب یلدا همه صمیمانه گرد هم میاییم تا قصیده‌ای به بلندای یلدا و به زیبایی شب چله بسراییم، به دبستانی بین دوستانی که با سرانگشت باد براب می نویسند. سرکی بکشیم و حال واجه هایشان را به آرامی کنار بزنیم و روی زیبایشان را بنگریم تا گرممان کند آفتاب در دل طولانی ترین شب سال. یلدا را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم. در شب یلدا، این شب زایش مهر و میترا، شب زایش نور و روشنایی، شب ولادت میترا، الهه مهر، بران شویم که همانند پیشینیان اهریمن وجودمان را مغلوب کنیم تا روشنایی مهر و محبت در دلمان جوانه زند و بذر عشق و دوستی طولانی ترین شب سال را منور کند. هرچه از روشنایی سرخی داریم برداریم، کنار هم بنشینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها. یلدا در راه است، بگذاریم هرچه تاریکی هست، هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد. بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقی است. باور به نور و روشنایی است که شام تیره از دل شب یلدا جشن مهر و روشنایی را به ما هدیه می دهد. بشنویم از فریدون مشیری. می رفت و گیسوان بلندش را بر شانه می پراکند، شب را به دوش می برد همراه عطر عنبر سارا. در موج گیسوان بلندش تابیده بود شب را، آرام مثل زمزمه آب می گذشت با اختران به نجوا. همراه گیسوان بلندش خاموش مثل زیر و بم خام می گذشت. پشت دریچه ها چشم جهانیان به تماشا می رفت، با شکوه تر از شب همراه گیسوان بلندش تا با های روشن فردا یلدا. و غزلی از حافظ. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل ببر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. و سعدی با یلدایش. گر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکی بارا. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سر بالا را؟ شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش مجال نطق نماند زبان گویا را. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد؟ خطا بود که نبینند روی زیبا را. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم
که حلوا را. کسی ملامت وامق کند به نادانی، حبیب من که ندیده است روی عذرا را. گرفتم آتش پنهان خبر نمی داری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. نگفتمت که به یغما رود دولت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. خب، با سپاس از همه شنوندگان خوب وفادار این برنامه برای سالی که در خدمتون بودیم، سال پرباری که با بدبستانهای فراوان، بدبستانهای روحی با شما بودیم، از همتون سپاسگزاری میکنم. از فرشاد بلندیانی عزیز، کارگردان فنی برنامه، که در تمام طول سال با ما بود. مهمانان امروزمون کاملیا افتخاری فرد، شاپور مطلوب، دکتر ماندانا زندیان که در غیبتش من شعر خوندم، فریبرز داوودیان، دکتر صدرالدین الهی، ایرج پزشکزاد و شما یاران خوب برنامه. هفته بعد برنامه نداریم. در اولین شنبه سال 2016 خدمتتون خواهیم اومد با برنامه‌های تازه و نو. خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر به جز دلواپسی ها با تو باشد. شب اول زمستون توی خونه پاره مهمون، با تمام سردی این شب پاره گرمی دلامون، صحبت از گذشته هامون، از همه خاطره هامون، آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارونا. شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو، آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو. شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو. قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب، توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا، چه تماشایی با تو، برفی که میاد تا فردا. شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو، آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو. شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حال و آرام
همشه این سالا نیتم تو هر فالا تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو رادیو ایران که هر آهن شست دفتاده ایم شست دفتاده ایم روزهای دوشنبه ساعت 12 توجه شما رو به برنامه ریل استیت و مارکتینگ همراه با بیژن. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون. اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71. حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون. هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست. نیویر امسال را در کابار رستوران شاه عباس بیبلی هیلز جشن بگیریم. با راهنمایی سهراب مهرو بدری همتیار